سلامونو او نیکو هیلی مارکل ایکوم هیلی دچ روغ و جوړ اوسی او خیسته ورځ مو پیل کړی وی تر دې دمه مو په خوشحالی سره را رسولی اوسیږي. بیا هم د پخلی خبرونه پیل شو چې زمين اکبري او زما همکار حشمت نورزیس اوس په درن چوپړ کې هیلی دچ تاسو د خبرون تر پایا زمنګ ملتیا وکړي. نو حشمت جان بیا په خبرونه کې یو ډول خوندور او متفاوت خوړه چمتو کوي. دا چې سړي دا به هم حشمت مونږ ته وایي. حشمت بخیر راغلی. تشکر زنده باشه. من به نوبه خود سلام ماهی خود تقدیم میکنم. خدا کنه که جور و صدمند و سر حال باشید دوستای عزیز. مینه خدا کنه خودت هم خوب باشی. ډیر عزت مننه کوم حشمت جان. شکر زخه مچ ته خو اوسېږي او ټول هیوادوال خو اوسېږي. نو حشمت ته به راته وایي چې په خبرونه کې څه چمتو کوي. د خوړو نوم څه ده؟ دې ته وایي چنايي اش ده. دې ته وایي چې بیف چومیان، یعنی پښتو کې هم ورته ویلی سو چې اش د خوسي غوښه سره. ښه ښه ډېر ښه. بیف چومیان او اش د خوسکي د غوښې سره. بله ډېر ښه. حشمت جانه، نو واقعا ښه خوندور خواړه به ښکاري، ځکه چې کوم مواد چې دي راوړي ښه ویټامین لرونکي ویټامین داره مواد دي. نو ته دا راته وایي چې د اوبه د څه لپاره دلته ایښې دي؟ د دې خاطر مې ایښې ده تر هغه چې جوش شي، د اش پکې وویشو، اش پکې نرم شي، او دا کریم مې ایښې ده تر هغه چې غوښه باید سرکو او لکه تفت هم ورکو چې غوښه نرمه سي. تر هغه چې مونږ بعضي کارونه انجام ورکو زود اړین توکو پکې وګورو. بالکل سمه ده. شمه جنته هم کارونه پیل کړه. قدرمن لیدونکو، اوس هم زو په ګډه سره د اړین توکو پکې وګورو. د خوسکي غوښه د اش سره د اش له خوسکي غوښه سره مصرفي توکو پکېج، د خوسکي غوښه، اش، دولمه، کرام، گازرې، پیاز، چیلی ساس، سرکه، سویا ساس، سره مرچ، تور مرچ، مالګه او غوړي. قدرمن لیدونکو، بیا هم ښه راغلاست. د اړین توکو پکیج مو کړو. هیله ده چې تاسو هم له ځان سره یاداشت کړی اوسیږي او چمتو کړئ. تاسو په کورنو کې اش په مهم په بېلابېلو ډولونو سره بخ کړی اوسیږي، په خالص ډول سره، او د خوسکي غوښه هم شاید تاسو به په بېلابېلو ډولونو سره پخ کړی اوسیږي یا به مو سره کړی اوسیږي. خو لیکن نن موږ غواړو چې د اش سره، اش او د خوسکي غوښه سره مکس او ګډ پخ کړو. نو هیله ده چې تاسو یې هم زده کړئ او په خپلو کورنو کې چمتو کړئ. دا چې ژمی ده، هوا ډېره زیاته سړه ده، یخه شوې ده، تاسو تل هڅه وکړئ چې خپل کورنو کې د ګرم خوړو څخه ګټه واخلئ. اش چمتو کړئ، تر څنګ سوپ یا هم نور خواړه چې تاسو ورته لاسرسی لري لازم مواد ته. نو حشمت هم ډېر زیات بوخت ښکاري، مصروف ښکاري، نو غوښه ټوټه کوي. حشمت، دا غوښه خو د خوسکي غوښه ده، نو دا د خوسکي د کوم ځای غوښه ده؟ آیا دوران غوښه ده، د سینې غوښه ده، څنګه؟ خو زیاتر کوشش کنیم که گوشت رانه، چون پشمغز ازی بسیار کم می باشه. اگر از گوشت گاو استفاده کردیم، باز می تونیم که گوشت پشمغز استفاده کنیم، به خاطر از اینکه زود نرم شوه. با در صورت که از گوشت گوساله استفاده میکنیم، باید گوشت ران استفاده کنیم. یعنی گوشت قلم مقدم باشه یا گوشت ران باشه که کم نرمتر باشه و زود نرم شوه. خیر به می شکل به این قطعاتی رو برش میکنیم. نو د خشمت اداره ته وې د چرګ د غوښې څخه ګټه اخیستلی شو یا هم د پسه د غوښې نه؟ بله، از گوشت مرغ هم استفاده میتونیم. چکن چومیان میگن، تقریبا به می شکل آماده میشه. از گوش کسایی که گوشت مرغ باز خوش ندارن، باز میتونن که از گوشت گوساله استفاده کنن. نو ډیر ښه. د پسه غوښه څنګه؟ از گوشت گوسفند میتونی، خو مکم باید سرخیش جدا کنیم، چون سرخی از او بسیار مشکل جدا میشه، چون استخوان زیاد داره. با او لحاظ باز میتونیم که اگر سرخی از او رو جدا کنیم، میتونیم که از او هم آماده بسازیم. خانو ډیر خشمت په پیل کې باید غوښه په همدغه ډول سره ټوټه شي او به هم په بیل دیږي کې جوش سي. ته ماته وایي زه هم در سره مرسته وکړم. آش چې دي کوم راوړی ده، دي دي اوبو کې اضافه کړم؟ آش در آب اضافه کنی تا وقت که آب جوش آمده. یک مقدار نمک، یک قاشق نمک اضافه کو، یک مقدار کم روغن به خاطر که آش با یکی دیگه نچسبه، و در ضمن خدا آش اضافه کو. ډیر ښه. نو قدرمن لیدونکو، په پیل کې نیمه قاشق می اضافه کړل، یو قاشق شو، یو قاشق مالګه می اضافه کړل، او اوس هم په دې جوش وو کې غوړم د مالګې تر څنګ د آش هم اضافه کوم. حشمت، ته خو په نورو خپرونو کې د غوړي می اضافه کول، غوړي اضافه کوم؟ بله، غوړي هم لږ اضافه کړم.
نو دغه اندازې چې کومه د تراته وایي په کومه اندازې اضافه کومش مت بس بسنه کې یو قشوق بسنه کې خخه یو قشوق می هم قدر من لیدونکو غوړی اضافه کړل اوس هم آش اضافه کوم آش سره قمی هم د سیمه مکمل اضافه کوم او هم د سیمه مکمل هم د شي کېده بس هم دغه ډول سره باید کې خودل شي تر څو چې سمه توګه باندې نرم شي نو احمد ته خو ګوري زما استیده ته خو دې فکر ده کرا یو فرینې دې مرانه کوم چې تشویق شمه خا نه فرینې به اخر تکړه شوی ما پلس هم آش هم توګه بیا افرینی در کوم خا خاینو سعیده اتمن زبا آش چم تو کوم په خبرونه کې بغیر لاش نه نور خوړه به هم چم تو کوم تر څو چې زه ذکر ما او بیا ځان ته هم چم تو کړم نو احمد د دغه کوم واز د چته کنه هغه سپین سپین واز چې دغه ټول تر لری کوي تر څو چې یعنی په سمو تو کوم چم چې ډیره کسان دي چې په غوخه کې واز د نه خوخي تر لری کوي ته مغل پره بله ای چربی اضافي شه باید دور بسازیم دغه یې په این شکل بگذاریم به خاطر که گوشت بسیار سخت می سازه و این پوست کس در کباب اگر آماده می سازیم در کباب همه این پوست باید دور کنیم به خاطر از اینکه تف نمیتیم این پوست باید دور کنیم در صورتی که باز تف بتیم بازی در دیگه بخار نرم میشه ولی در این حالتی که ما این تنها سرخ میکنیم پوست باید دور کنیم نو دیر خواه اشمت دا اش چیم اضافه کو اش خلا رو لن مکمل او بو که نرم شو آیست هایست ها و داخل آب جا بجا میشه و تا تمام آش آماد پخته شد نه که تو میخوایی که نسبت از بالا بانه نسبت از پخته میشه نسبت از خام ایره باید همراه با غذاگیره که کم شور هم بتیم به این شکل تا که آش خوده جا بجا بسوده در دیگ و آماده شده اشمت ما چی لیدلی زینی کسان دی آش چی کل خامی کنم بله میده میده کوی توتا کوی او رو سلاغن او بچی جوش سی بیا پو جوش سو او بو که اضافه کوی خب او رو بخاطر که آش خرد خرد می سازیم با او خاطر او رقم میکنیم باز بیره میتونیم که به شکل درستی را آش اضافه میکنیم تا به شکل آماده شده که شکل دراز یعنی رو توتن هم میکنیم یا شکل ځکه چې بیا که اش ټوټه کو میده میده کو اضافه کړو نو هغه خوړل هم په اسانه توګه ځکه چې ډېر په اسانه توګه باندې خوړل کېږي او داسې چې پاخه کړو نو د خوړل ډېر مشکل کېږي ستونزمن کېږي اشمن نه بسیار آسان خوردن میشه خو به شرطه که بفهمیم به چه شکلی رو نوشوجان کنیم ولی اگر مقدار روغن اضافه میکنیم غوړي باید لږ اضافه شي او کنه لږ شانت زیات نه به اندازه استفاده یک مقدار دیگه اضافه میکنیم یک مقدار دیگه وقتی که سبزیجات آماده میسازیم در با سبزیجات دیرم مکس می در روغن سرخ میکنیم سبزیجات به او خاطر دیگه کم روغن استفاده کردم ولی یک دانه پیاز هم میده میکنیم نو دیر خواه اشما پیاز هم دو خست را اضافه کوی کنه در آش سره بله پیاز هم همراه با گوشت گوشت کم سرخ میکنیم بعدا پیاز بالاش اضافه میکنیم تا پیاز هم خودش می گوشت خوب تر نرم می سازه به اون خاطر یک مقدار پیاز هم همراهش اضافه میکنیم که پیاز گوشت سرخ میکنیم پیاز هم داشته باشه که گوشت هم خوب نرم شود مزه‌دار هم آماده شود اشما دستر گدی ولی اوخ کی دات زاری کنا لکه چې کوم سدی اتر اغل نه ما گلیان میکنم از کجی پیاز ټوټه کړل مالی را شیدان دی فرصت نه استفاده وکا اشما ته لګو زبروا از چې کلا سوخ پرونه کې ما پیاز مې د کړی دي نو سترګو به مې درد کوو نو اشمت غوړی سره شول کنه اوس هم غوخه چې ټوټه کړي او غوخه دې اضافه کړه او غوخه اوس په کومه اندازه باندې غوړی چې سره کړي گوشت مقدار کم سرخ میکنیم وقتی کم سرخ شد سرپوش بالاش میمونیم تا کم تف بخوره و گوشت هم نرم شوه به این شکل گوشت مگذاریم تا کاسه سا سرخ میشه او غوخه چی سره شو اشمت بیا پیاز اضافه کنیم گوشت پیاز هم بالاش اضافه میکنیم این به این شکل تا پیاز هم تف بخوره با گوشت پیاز هم خود نرم بسازه دیخ اشمت خوگ هم رچ و نور مسالجات خوب اوست نیزه فکرین خب نه آلو چیز اضافه نمی کنیم سرپوش هم میمونیم متوجهش می باشیم کم یک سرخ شد بعد از او باز یکم شور میتیمش خب متوجهش باید باشیم حال نوبت رسیده باهاش قدر منی دیدن که اوس هم زو په ګډ سره یوې لنډې دمې ته روس دمې نه بیا هم زموږ ملتیا مه هېروي اشمت جان خپرونه کې خوندور آش چمتو کوي قدر من لیدن کو بیا هم خره غلس لنګ شان د موانو هیل رشت تاسو موږ خبرونه تر دې د ما کتلې وی اشمجان خبرونه کې موږ تاسو ته آش د خوسکی د خسر چم د کوي نو اشمجان آشی هم جوش کو نو په دمه کې آش د لچلاسه څخه وباسو یخه وبې اضافه کړلې پکې ځکه چې د آش یو بل سره ونه خلی اشمجان غوخه به هم چم د شوي د پیاز سره گوشت آماده شده گوشت آماده است
متوجه باید باشیم و چک کنیم که آماده شده نشده، ولی گوشت آماده شده به می اندازه. زیاد سرخش نمیکنیم. اشما دادی غوخ سر خوبی نور سنه اضافه کردی پرده لپیازونا؟ نه دیگه چیز اضافه نکنیم، سرپوش هم میمانیم. خب گوشت مکم کده بودیم، یکم پس زیاد میسازمش. حالا نوبت رسیده بازی که یکم روغن در کنیم. فکر کنم لک خام با غوخ از زکر چیدی بیا لسر دی هم گاز روخانه کن. خب به این خاطر چالان کردیم که خاموش ساخته بودم که یکم گفتم تفت از او خود نرم بسازم. روغن به می اندازه اضافه میکنیم. نو دا غوری اضافه کردیم که بلا کرایی کی؟ روغن به خاطر از اضافه کردیم که سبزیجات دایی سرخ میکنیم. نو دیر خشمه در ترکاری سخه هم گتخلی؟ بله از سبزیجات باید استفاده کنیم. نو قدر من لیدن که تاس هم تلحظه اکری پخ پلو خوارو کلشی غوری خوارو چم تو کریزان تا او در ترکاری سخه گتا بخلیزه کشو پر ترکاری که اشتا ویتامین سی ویتامین بی ویتامین دی تم دغل عمل که گی چی در ریزش او زکام سخه وش غرل شو او در خیر اختیار سیخت نانو سیگو اشمت دولمه مرش دی توتا کرل او دولمه مرش هم اضافه کوی نور سی اضافه کوی ترکاری سخه مرش دولمه اضافه میکنیم. خانو اشمت کلا چی دلمه مرش دیزه فکر نور سیزه فکر آره یک اندازه زردک خا یا خلال زردک صافه میکنیم. گازر نه هم گتا خلو ده خلا خدا زکر شی گازری ویتامین ای لری او دسترگو ده دیب ده زیاد ولی لامل کیگی ده غطر سنگ ده وزن ده کم ولی لامل هم کیگی. بله و یک اندازه کرم کرم هم اضافه کبی دیر خا نو قدر من لیدن که تاس هم هر کلا چی خوره خوری یا لطا غورین خوره ترسنگی باید هر مرو ترکاری بووسی دا چی منگو تاس دیری وقت ور سر انرژیز کو نو دا خورو دا هزم لامل نکیگی بلکه زی منگو تاس دروخته دا خرافای لامل کیگی تاس واسا وکری چی دا خورو نو روست یا دا خورو پر محل دا ترکاری سخ گتا وخلی دا خام پیاز هم درنگا کرم کاهو سخ گتا وخلی ترسوش خورو متسمتو گوانی هزم شی او تاس دا خیر اختیار سیخت نانوسی. بله کرم هم به می اندازه میده میکنیم بیخه کرم یعنی به شکل خلالی ای رو باید میده کنیم. اشمت ما پختن پیدا شد شاید لیدون که دوه هم پختن پیدا بله. شوی دولمه مرچ گازری کرم غوخه تون دی په خلال دول سر میده کرل نو دا ولی به می شکل به خاطر که با آش آماده می سازیم یعنی شکل خلالی رو بر خود داشته باشه. حالا کرم اضافه میکنیم بیخه بله او مرش سنگاش مت تازه مرش نیز اضافه کنیم. مرش تازه هم استفاده کرده میتونیم به خاطر از اینکه میخوایم که زیاد تند نشه و او خاطر چلی ساس داریم چلی ساس اضافه میکنیم. اگر باز کسی که میخواد که زیاد تند نوش جان کنه باز میتونه که از مرش تازه هم استفاده کنه. کسی که میخواد که تندیش نرمال باشه چلی ساس باید کم اضافه کنه. نو دیر خشمت هوگه سنگا هوگه اضافه کبی زکه چی هوگه خگرم خاصیت لری او بلده چی ده خورو ده بوی هم خکوی خواندی هم خکوی سیر هم میتونیم اضافه کنیم. خود چلی ساس ساس تند است که در او سیر هم داره مرچ سرخ داره یعنی هم تند است و هم آش هم ازادار میسازه. باز در صورت که چلی ساس داشته باشیم حاجت به این است که دیگه سیر اضافه کنیم و دیگه یعنی دیگه مواد رو اضافه کنیم. به او خاطر میتونیم که تنها این امی چلی ساس کفایت میکنه برش. نو دې تاسوات د ترکاریګان چې دغه فکرې په غوړې کې غوړې سرې کړې په کوم اندازه باید سره شي ترکاری به می اندازه باید سرخ شوه. خو حالا گوشت مرغ از گوشت گوساله تمامش اضافه میکنیم. دې اوس هم قدر من لیدم که د خوسی غوا خسره شو اوس هم اضافه کړم. بله دې تاسو مده غوړې چې غوا خدې ترکاریګان سره میکس کړې ګلې کړې کارایی اینجا بانو میره با گوشت با سبزیجات کاملا مکس میکنیم و یک جا میشه میبینی که رنگ بسیار خوبه برای به خود میگیره و همچنان سبزی که آماده میسازیم این سبزیجات باید سازی میشه که خوب مزدار بسازیش و آش که میخواییم که آماده بسازیم خوب مزدار آماده شده. نو دیر خواه قدر من دیدن که هیر اشتاس تو زمین خواره ونی و گوری کلی تاقیب کری تر سو هم پام دغه دول سرا و بیلا بیل دولون سرا خواره زدکلی او چم توی کری او هر دول خواره ستاس خوخی گی تس کولی شیچی دو پخلی خواره ونی پا کومینتون رو که زمین سرا خواه نظرت هم شاری کری دو خواره نوم دو خواره لازمت تو که تر سو چیز و اشمت کومینتون اول ولو او ستاس و دو خواه خواره پا خواره ونی که چم تو کرو تر سو چی نور هیوادوالی هم زدکلی او تاسو هم زدکلی او که مزمگ خواره ونی کتلی کولی شیچی دو شمشاد تی وی فیسبوک پانه کی او په یوټیوب کې د بیا ځل لپاره وګورئ. اشمت اوس هم مالګه اضافه کوي. بله یک اندازه نمک اضافه میکنیم مرچ سیاه
تور مرچ هم اضافه کوی؟ بله، یکم دو تا مرچ سیاه. خب مرچ سرخ اضافه نمی‌کنیم چون چیلی ساس اضافه می‌کنیم. زیره به خاطر که یکم مزه‌دارتر شوه و بوی خوب هم داشته باشه به اون خاطر. نو دغه د سود خو لپاره وستم دغه ترکاریګانی د وخت سره په امده غوړی کې سره کوي چې څه چمتو شي. خو یو قدر زیات تیر سرخ نه میکنیم، به اندازه سرخ میکنیم که یک اندازه خود نرم بسازه. یک خود نرم ساخت آش بالاش اضافه میکنیم، چیلی ساس بالاش اضافه میکنیم، بس یک دو دقیقه واری میگذاریمش تا خوب آش، به خاطر از اینکه آش وقتی که صاف میکنیم یک کم آب سرد میندازیم تا آش با یک دیگر نچسبه با اون خلاص. باز یک دو دقیقه الی سه دقیقه میگذاریم تا یکم خود آش پس خود سرد نباشه، خود خوب گرم کنه، هم رو بازی خود آماده بسازه و بعد از اون روشو جان میکنیم. حالا سبزیجات هم آماده هستن. از اینی کسان دیگه شما مثلا غوخه اینو خوخیگی کولش چی آش دم دو ترکاریگانو سر چم تو کلی؟ بله، میشه که آش با سبزیجات هم آماده بسازیم، با گوشت مرغ آماده بسازیم، یعنی با سبزیجات هم اقتصادی تمام میشه که آماده بسازیم، هم مزه‌دار آماده میشه. با اولاد میتونیم که تنها با سبزیجات هم اضافه کنیم. دیگه اوس هم نوبت را رسیدو چی آش ده ترکاری سر گچ کری او سر وقتی که در هاش آب سرد اضافه میکنیم باعث از این میشه که یکی در دیگر نمیچسبه و به این شکل به شکل دانه دار. شما هم کوشش کنید که آب سرد یک مقدار اضافه کنین تا آش به شکل دانه دار باشه. خب سبزیجات هم آماده است. لیمو اضافه کول شو هم دختر کاریون که هم سرکه؟ لیمو و سرکه هر کدام شکل داشتیم اضافه میکنیم. خب حال نوبت رسیده، نوبت به هاش گاز هم به شکل نرمال مگذاریم. دیخه قدروان لیدون که تاسو هم پام دغه ډول سره مخته لاړ شئ تر څو چې همدغه خوندور آش چمتو کړئ. تاسو که څنګه شي پام مو به مو ورته و څومره ښه ترکاریګانې اضافه کړلې، په سمه توګه باندې ټوټه کړلې او ښه ویټامیندار ترکاریګانې ټاکلي وي او اوس یې هم آش اضافه کړو تر څو چې اشمت کله چې وغواړو آش مثلا یا ترکاریګانې په سمه توګه باندې نرمې شي یا پاخه شي په سرپوښ په دیګ باندې کیږدو او که نه سبزیجات تکامل که سرخ میکنیم هم کفایت میکنه. دیگه از اون پیشتری رو باید سرخ نکنیم، یعنی تف نتیم که باز کاملا میشاره. خانو دست لی؟ سویا ساس. سویا ساس دیر خواه. در دیگه خواند فکر که ما ترش ده؟ بله، مزید ترشی بر خود داره که زیادتر در سوپ اضافه میکنن. یک ساسی که در سوپ خوب وقتی که سوپ نوشه جان میکنیم از سویا ساس زیادتر وقتا بر خود مندازیم. او ده هم چلی ساس، چلی ساس بله، هم چلی ساس و یک مقدار چلی لیمو، لیمو یا سرکه. خب یک مقدار لیمو هم اضافه میکنم. دیر خواه، او لیمو چی داشت مد نخوانده لاخه کردی؟ بله، و سرکه هم داریم کم سرکه هم اضافه میکنیم تا که کم مزید ترشی هم داشته باشه. بس همه قدر که زیاد ترش نشه. حالا نوبت رسیده به چیلی ساز. چیلی ساز چیلی ساز دیگه به مقدار خواهش دلتان که یا تون نوشجان میکنی کم بیمرچ نوشجان میکنی. باز بیمرچ اگر نوشجان میکنی میتونین که به عوض چیلی ساز از کچپ استفاده کنی. هنو دیر خشمت. بله دیر خنو قدر من لیدن کو تاسو هم پام دغه ډول سره مختلار شي هم دغه سي آش چمتو کړي. البته آش د خوسي د وخت سره نو اشمت څنګه د خو خده چلار شو ویډیو بله یره کاملا کل شای یک جا گد کرده تمام از زیر آش با سبزیجات و سرکه و سویا ساس و چیلی ساس اضافه کرده تمامش خوب مکس میکنیم و گد میکنیم تا به این شکل کل از این مخلوط شوه و این به مدت 2 الی 3 دقیقه متوجهش می باشیم که زیاد با کفگیر شور نتیم و قسمت پایینش هم از پیش ما نچسبه و داراتش نرمال میمانیمش به مدت 2 الی 3 دقیقه که به شکل صحیح و منظم آماده شوه. تا وقتی که آماده میشه میریم ویدیو رو میبینیم. دغه قدر من لیدن کو سمزو په ګټه سره ویډیو ګورول. البته هغه ویډیو چې د میوي څخه خپل ډیزاین جوړوي ورسره له ویډیو نه بیا هم زموږ سره پاتې شي.
قدر من لیدونکو بیا هم خره غواس ویډیو په ګره سره وکړل چې د میوې څخه خپل ډیزاین جوړ کو هله چې تاسو هم زده کړی وسیږي او خپل کورنو کې چمتو کړئ. نن په خبرونه کې وختل د خوسکی غوخه د آش سره چمتو کړو تر څو چې تاسو یې هم زده کړی او خپل کورنو کې چمتو کړئ. نو واقعا نشمل جان د ډیرو ویټامین لرونکو ویټامین دارو ترکاریګانو څخه ګټه واخیستل واقعا خوندور خوړه هم ښکاری ځکه دغه خوشبوئی هم لري سی او دغه د بوی نه ښکاری چې ډیر ښه ذائقه ده. نو اشمل جان مته دی اوس په قاب کې آش راو بسو نو اوس په ځخوان ګورم زه خیر ته زحمت مو بس زه خپل ځان ته 50 قاشق راوړم بر ما خونه مېری نه تا دې څوک کوم ځان ته صرف راوړم خو خیر ما بر خو نه دا تا ته مې راوړل شم دوم رز زیاتې نه کوم ظلم نه کوم خو تشکر قدر مې لیدم کوه له څه موږ خبرونه مو تر دې د مکتلې بي خو کوم نوې کتلې کولای شي چې د شمشاد ټلویزیون فیسبوک پانه او په یوټیوب کې دې بیا زل لپاره وګورئ. نو زه به هم د خړو خوند ګورم واخلاش مته مې ګوره خوندې نو شو جان کو ځکه چې زما د ستوري نه تیریږي دا چې لیدونکي نشته نو ته خو یې راسره وخوره ځکه چې بیا زما د ستوري نه خاطر از اینکه یاش دانهدار است یعنی میده نکردیم خوردن شکر مشکل است قاشق پنجره به این شکل بگذار خوبی رو تاو بوتی نه از پویگه واش من دو غورم تی خواندو گوری زکر دیر گرم دی خوب تاو بوتی به این رقم خود جمع میسازه باز میتونی که نوش جان فنی نه تی خواندو گورم باز یک مقدار زده هانه تاگر مقدار دیگه شن بلکل وقت تی خواندو گورم درست مزیش خودت با دوستا شریک بساد بگذار یک چلی سال شجاعتر انداختیم و خوبتون دو مزدار آمدن خود دوست عزیز خدا کنه که برنامه ما مورد علاقیتون قرار گرفته باشه مزید غذار با شما همکارم شریک می شود تا برنامه آینده خدا حافظ و نگهدار اشمت دیر ازت من نکن واقعا خواندار خواده بود قدر من دیدن که واقعا دیر خوانده بودیم دا کومه غوخه چیزه فکر یو پسمته کوم نرمه شي او آش چمتو کړي او نو هیڅ عیب نه پکې که تاسو یو ځل په همدغه طریقه باندې مختلف شي په خپل کورنه کې چمتو کړئ نو تاسو ته به بیا خوند معلوم شي نو تر بیا بلې خبرونه ښه وخت ښه چاره لاله دلمو مننه